ستونای دل. آقا چه خبر؟ اومدیم با یه قسمت دیگه از آزمایشگاه و آرتیست این قسمت اسمش از پانچی. من این ستون رو نشنیده بودم و اتفاقی که افتاده اینه که یه تیکه هایی تو اکسپلور رو این داستانات دیدم، خوشم اومد، گفتم که اینو داشته باشیم و لذت ببریم با هم. 3:19 است. پرودیوسر اشکان آکای، آرتیست پانچی تاگ، اگزیکیوتیف پرودیوسر شیدیکس گرام، سهند امزد، ساوند انجینیرینگ سهند امزد، بیت پرودیوسر مرشاهین و بنام، ادیت سپ زاد XAD، اوکی، کامرا سپزاد، پیمان علی خانی، فادر کی، امیرعلی دی اس زد، 3D کچلی، کاور اند فوتو امیرعلی دی اس زد، دیستریبیوشن منیجر آردا، اسپیشال تانکس هم تهران ملودی، گابروور، داکور، علی نودیس، معراج ناجی و محبود احتمالاً. رپ شو 2024. 3:19 هم که گفتم بریم که داشته باشیم ها. آزمایشگاه رپ شو پانچی رو داریم. آقا اینو قبل از اجرا پلی کنم که فکر نکنم ما جدیدیم. 1386 9 سالم بود. 9 سالم بود. این قضیه بچه بودم. ستونم از الان فیلی که این قضیه رو نداشته باش. یه کارت خوب باشه مهم نیست از کی شروع کردی یا کی دیده شدی، مهم اینه که کار خوبه. یو من ندارم رحمی ترحمی تو نگام، ولی تو قلبت شیشه ایه مثل تونی تو تهران. صدا دل لغز نخون نیست تو هودت چزم، تن و عقابی که کنارت لغز نخون نیست تو هودت چزم، صدا دل لغز نخون نیست تو هودت چزم، تن و عقابی که کنارت کون قرمزه کدوم پلش. میمون کون قرمز رو شنیده بودم. عقاب کون قرمز باید سرچ کرد. عقاب کون قرمز باورم نمیشه، گوگل باورش نمیشه چی چیزی دارم سرچ میکنم. تا جی کسی جستو راجب کون عقاب صحبت نگه، عقاب حرمت داره نه لذت. ستون نیومد چیزی. ولی تو قلبت شیشه ایه مثل تونی تو تهران، صدا دل لغز نخون نیست تو هودت چزم، تن و عقابی که کنارت کون قرمزه کدوم پلشی گفته. زندگی همش چی غصه، همیشه اتفاقای بد روزای قشنگ میفته. میدونم قدر خونه بادم و بقیه تو لحظه دوست دارن. تنت کن جنده ست سیاتو، خودم ختم روزگارم. تنت کن ست سیاتو، من ختم روزگارم. اوکی والی والی تو لحظه دوست دارن. تنت میگه میدونم قدر خونه آدم و بقیه تو لحظه دوست دارم. واقعا قشنگ گفتی، واقعا زیبا گفت. روزای قشنگ میفته. میدونم قدر خونه آدم و بقیه تو لحظه دوست دارم. تنت کن جنده ست سیاتو، خودم ختم روزگارم. پلیس میگه فوت کن ببینم انگار تولدمه، منم مثل استون مارتین اونو کردم دو در. پلیس میگه فوت کن ببینم انگار توی تست الکل میگن فوت کن که درصد الکل تو متوجه بشن. پلیس میگه فوت کن ببینم انگار تولدم، تو تولد فوت میکنی. مثلا استون مارتین اونو کردم دو دره. اوکی استون مارتین دو دره است و دو درش کردم. فوت کن ببینم انگار تولدمه، منم مثل استون مارتین اونو کردم دو دره. با لباس مست میرم زیر دوش مثل صدا سیما، یه رو خونه هم دیگر رو میریزن همین بلادی و همه تهران برام بهشته مثل من تو کف پانچی قبلی بودم، پانچی بعدی بدتر زد. با لباس مست میرم زیر دوش مثل صدا سیما، یه روز خونه همدیگر رو میریزن همین بلدی ها.
آره میتونه باشه، میتونه باشه. پانچ قوی بود. منم مثل استون مارتین اونو کردم دو دره، با لباس مست میرم زیر دوش مثل صدا سیما. یه رو خونه هم دیگه رو میریزنم این بلادی و همه تهران برام بهشته، مثل نفید میزنم فرشته. نوید محمدزاده و فرشته، اوکی، مثل نوید میزنم فرشته. میریزنم این بلادی و همه تهران برام بهشته، مثل نفید میزنم فرشته. صافی گرش شل بزن اگه بهی و بستی بهش دل. انقدر پانچ میگم شدم پانچی و رپ فرسی و بم بسلیم مثل نانچیکو، ولی رو گلوت میکشم مارچینو. تو مغز من نرو ریزم صورتت نانچیکو بم وصله دیگه، بم وصله مثل نانچیکو. بسلیم مثل نانچیکو ولی رو گلوت میکشم مارچینو. تو مغز من نرو ریزم صورتت زهر عقرب و یه گردان بس خوب مسترت به جا کک به سینشون زدم دست ردم و وقتی میاد ورسام تهران. اوکی، من نرو میریزم رو صورت زهر عقرب و گردان خوب معذرت به جا کوک به سینه شون زدم دست ردم. اوکی، دانگوس خوب معذرت به جا کوک به سینه شون زدم دست ردم و وقتی میاد ورسام تهران دست به دست میشه مثل جنس و زندان. ترپ دنیا اومده اون بره و ولی خودم تو بیمارستان اقبال. کینه رو کشیدم بیرون منت تو قله آف به جز هست خورماتشی زود در و هنوز جای صف نششیدی پسر. خطم رو بفرستم که میشی خوندم آخ منو ببینی بیرد بولم بالاری همش دای گزگیری های اینگا بالاری تو رپ انگا قدیمی هم دارم میشم. دوست دارم پانچشو دیگه لایک گیری هایی واسه همین اینگا بالاری پسر. خورماتشی زود در و هنوز جای صف نششیدی پسر. خطم رو بفرستم که میشی خوندم آخ منو ببینی بیرد بولم بالاری همش دای گزگیری های اینگا بالاری تو رپ انگا قدیمی هم دارم میشم باستانی. پانچی هم رایمش خوبه با اینکه باستانی شده در پانچی هم رایمش خوبه با اینکه باستار نیست، باستار رایم اسمی رپر خارجیه. اینگا بالاری تو رپ انگا قدیمی هم دارم میشم باستانی یکی از فست ترین ها هم هست، صداش هم خیلی خوفه. پانچیم رایمش خوبه با اینکه باستانی شده دستم کثیف تر پشت دا فید. وقتی فشافویو کردم انگشت نگاری داستان زندگی مثل این کسکشانی میدم بعد سکس به بیچه کسکشانی دیگه به دوست پسرم دارم یه چیت میکنم میگم اشکال نداره منم یه چیت میکنم دارم پی اچ دی پانچولوژی وقتی گشتن لفظام یه بیت میخورم. ای ای آگاشگاه یو اینجا تو تو معنی داشت به نظرت لفظام وقتی گشنن لفظام یه بیت بیتی که روش میخونن و فکر نکنم، ولی به بیت کوین هم میگن بیت، مثلا میگه یه بیت، فکر نکنم ربطی داشته باشه، نمیدونم. ای ای آزماشگاه یو پانچی حرفی نمیمونه لایک کنید ساب کنید و بریم واسه ستونای آزمایشگاه، ستونای آزمایشگاه، ستونای مهندسی صدا، میکس و مسترینگ، حالا هرچی که اسمش هست. نویزگیرتون خیلی صداتون رو میخوره، خیلی صداتون رو میخوره. صدا این دوستمونم اون اوائل داشت حرف میزد نویزگیرش خیلی میخورد. آزماشگاه الان اینجا که اشکان حرف میزن اصلا صداش نمیاد. یو پانچی حرفی نمیمونه لایک کنید ساب دیدی؟ کنید و بریم واسه داستان پانچا رو هم تفسیر کنیم. دو گفتگو با پانچی رو که دوست دارین رو کامنت کنیم برام. آره آقا ها راستی خوبشو گفتی. آقا اونایی که ریاکشن میرید بچه‌ها زیرنویس داره رو یوتیوب، میتونید روشن کنید دقیق نوشته چی خوندن بچه‌ها. خدا زیرنویس هم روشن بسوتون. زیرنویس داره رو یوتیوب، میتونید روشن کنید دقیق نوشته چی خوندن بچه‌ها. میرن تفسیر میکنن کلمه‌ها رو. آره کلمه‌ش زیرنویس فارسی داره روشن کنید. بقیه‌اش هوشیه. آقا به عنوان یک بذار تمام بشه یه صحبتی بکنم. نه که همه رو خوندم اما اول دم همه گرم، دم همه عوامل گرم، همین دیگه، چیز خاصی نه. به عنوان یک کسی که جزو قدیمی ها و بنیانگذارای ریاکشن هستم بذار یه چیزی رو بگم. اصلا یه عضو کوچیکی از جامعه ریاکشن فارسی. ریاکشن ساده نیست،
چون تو زمانی که داری گوش میدی، یعنی من خودم مثلا اگر ریاکشن نباشه کچهای بیشتری میکنم، چون تمرکزم رو موزیکه. الان تمرکزت رو اکتت هست، رو اینکه این قبلیه چی گفت، بعدیه داره چی میگه، میدونی؟ بعد اولین بار داری گوش، من مثلا بار دوم اینجور میگم اینو شیری نگرفتم. بعد مثلا یه نفر بعد از 10 بار گوش دادن میاد کامنت میذاره که خیلی ساده بود، چوری نگرفتی و این داستانا. میخوام بگم برای بار اول گوش دادن واقعا سخته، واقعا سخته، و من حق میدم به بچه ها. حالا یه سری که دیگه اصلا تو در و دیوار شاید باشن، اصلا یه چیز عجیب تفسیر میکنن و همونو انقدر براشون عجیب نیست که دو تا بک بزنن و آقا این چیزی که دارم میگم منطقی نیست، بذار دوباره گوش کنم، لاقل همونو میرن. و ولی به صورت کلی میخوام بگم که کار ساده ای نیست، از دور ساده است، ولی مثلا به نظر من اگه کسی مثلا مدعی این قضیه است، بگه که آقا مثلا فلانی ضعیفه توی گوش دادن و توی کچ کردن و من ادام میشه، و دوتایی مثلا با هم ویدیو بگیرن ببینن مثلا کدومشون بر بار اول بیشتر کچ میکنن یا مثلا تفسیر بهتری دارن. این منظورم اصلا اشکان آقای عزیز نبود، اشکان جز رفقای ما و خیلی هم پسر گلیه، خیلی هم حق میدم خیلی هم دیدم که تو در و دیوار مثلا توضیح میدن و این داستان ها. من خودم هم شاید گاهن تو در و دیوار توضیح بدم، یه جایز الخطاییم دید، از خودمون نیست که بار اول داریم گوش میدیم. ولی میگم چون من دیدم که انتقادهای خورده زیاد شد، خیلی دوست داشتم اینو بگم که اگه کسی مدعی این قضیه است، میشه بشینه و با هم یک موزیکی رو بر بار اول گوش بدم و ببینم به چه صورته. حتی آرتیستا، یعنی من اوایل میدیدم آرتیستا همه ریاکشن کارا، چرا نه، یا مثلا ستون با هم دیگه موزیکی رو گوش بدیم ببینیم که کی بیشتر کچ میکنه. یه بار پر بار اول، بار دوم اینا که اصلا هیچی کاری نک، چون تو یه سری چیزا رو گرفتی، یه باری از رو ذهنت کم شده، الان بقیهش رو خیلی راحت میگیری. عشق دلید بچه ها، دوستتون دارم. پانچی خفن بود، پانچی رو دوست داشتم. میگم لینکش هم میذارم تو دیسکریپشن طبق معمول، اگه دوست داشتید از اونجا گوش بدید. دم بچه های آزمایشگاه گرم، دم بچه های رپشو گرم. عشق دلید دیگه، دوستتون دارم بچه ها، دوستتون دیگه. تیکه خیلی کلوفتی هم به بچه های بلاد انداخت و ایپاپولوژیست و ویناک و بچه ها، بال بود دوست داشتم. عشق دلید بچه ها، دوستتون دارم شدید. ویدیو رو از دست ندید، چشید.